ما تو اینجا یاد گرفتیم که برای هر پارامتری یه ارتباطی بینشون پیدا کنیم. اگر به خاطر بسپاریم خیلی سریع میتونیم تست رو حل کنیم، اگرم یادمون نموند راهشو بلدیم به دست بیاریم. نه، حالا اینجا میخوایم ببینیم چه رابطه بین انرژی جنبش و انرژی مکانیکی هست. شما بگید، من چیزی نمیگم. اثبات یادتون هست؟ این سوالو دقت کنید. ذره حرکت نوسانی ساده دارد. در لحظه‌ای که بعد حرکت نصف بعد بیشینه است، انرژی جنبشی چه کسی از انرژی مکانیکی نوسانگر است؟ خب بچه ها، الان مکان به من داده، پس من میدونم برای نوشتن انرژی جنبشی بهتره اون رابطه ای رو بنویسم که مکان توش وجود داره. آره همون، بگی چی بود؟ 1/2 کا پرانتز آدو منهای ایکس تو. منم همین کارو میکنم، میگم انرژی جنبشی به انرژی مکانیکی مساویس با 1/2 کا آدو منهای ایکس تو بر روی 1/2 کا آدو، چون انرژی مکانیکی مون 1/2 کا آدو بود. حالا اگر اینا رو با هم دیگه ساده کنیم یه کسر به دست میاد، آدو منهای ایکس تو تقسیم بر آدو، جای ایکس من میام مقدارشو قرار میدم 1/2 دامنه به توان دو برسه 1/4. پس میتونیم بنویسیم اگر x برابر با آدو وم باشه میشه آدو منهای آدو 4، مخرج مشترکشون میشه 3/4 آدو. آدو با هم ساده میشن و جواب آخرمون شد 3/4. چرا راحت حل میشن اینا؟ مسئله بسیار مفید و کاربردی هستن. پس بچه ها دقت کنید، شما بین همه انرژی ها میتونید چنین رابطه هایی رو بنویسید. در لحظه‌ای که فاز حرکت نوسانگر ساده پی سوم است، انرژی جنبشی آن 2/100 میباشد. انرژی مکانیکی آن نوسانگر چند جول است؟ بچه وقتی تو صورت سوال میگه در لحظه فاز این مقدار هست، فاز یعنی چی؟ یعنی اومگا تی به علاوه تتا صفر برابر با پی سومه. در اون لحظه خاص انرژی جنبشی شما 2/100، یعنی بقیه انرژی مکانیکی شما انرژی پتانسیل هست. از ما خواسته انرژی مکانیکی رو به دست بیاریم. من کاری انجام نمیدم. معادله ای که در واقع انرژی ها رو به زمان یا به فاز ربط میده رو مینویسم. انرژی جنبشی با زمان چی بود؟ 1/2 m ω2 آدو کوسینوس به توان 2 اومگا تی علاوه تتا صفر. حالا بچه ها شما اگر نگاه کنید، این 1/2 m ω2 آدو همون انرژی مکانیکیه و این اومگا تی علاوه تتا صفر هم همون تتا یا فاز حرکت هست. پس من اگر بیام این رو وردارم جاش انرژی مکانیکی بنویسم، رابطه شما به این رابطه تبدیل میشه و اومگا تی به علاوه تتا صفر رو هم ورداشتم جاش تتا گذاشتم. تتا چیه؟ فاز حرکت. چنده؟ پی سوم. خب بچه ها جنبشی رو که داده، اینم که معلومه، این به دست اومد. پس من میتونم بنویسم فاز حرکت اومگا تی به علاوه تتا صفر شده پی سوم. پس اگر جا گذاری کنیم انرژی جنبشی مساویس با ای کوسینوس به توان 2 پی سوم. پی سوم یعنی 60 درجه، کوسینوس 60 یعنی 1/2، به توان 2 میشه 1/4. پس 2/100 مساویس با ای ضرب در 1/2 به توان 2 که میشه 1/4. یه طرف این وسط این کنیم، جواب برابر با 800 ژول خواهد شد. به همین راحتی جواب مسئله ما به دست اومد. اما سوال بعدی، نوسانگر ساده روی محور X نوسان می‌کند و مبدا مکان منطبق بر مرکز تعادل نوسانگر است. اگر انرژی جنبشی در مکان X مساوی با 0 برابر با 24/100 ژول باشد، انرژی جنبشی نوسانگر در مکان X مساوی با 1/2 آ چند ژول است؟ ببینید بچه‌ها، دو تا نکته در این سوال وجود داره که دانش آموز قبل از حل باید بدونه. نکته اول، در مرکز نوسان همه انرژی مکانیکی شما به انرژی جنبشی تبدیل شده. پس وقتی بهت میگه انرژی جنبشی در x مساوی با 0 برابر با 24/100 ژوله، یعنی انرژی مکانیکیت برابر این مقدار هست. دیگه چی؟ حالا در لحظه x مساوی با 1/2 آ، یعنی وقتی که در نصف دامنه قرار داره، میگه خب از این انرژی مکانیکی که 24/100 ژول هست، چقدرش انرژی جنبشیه، چقدرش انرژی پتانسیله؟ مقدار انرژی جنبشی رو در این مکان از من میخواد، من چجوری باید حل کنم؟ میگم ببینید بچه ها، در یک نوسان کامل اولین چیزی که دانش آموز باید بدونه اینه،
در حرکت نوسانی ساده، وقتی نوسانگر از مرکز نوسان عبور می کند، بیشینه انرژی جنبشی را داشته که از نظر اندازه با انرژی مکانیکی برابره. خب پس ما می دونیم انرژی مکانیکی چنده. دیگه چی؟ در مکان x مساویس با 1/2 انرژی جنبشی رو خواسته. من میگم انرژی مکانیکی با انرژی جنبشی ماکسیموم 24/100، انرژی جنبشی میشه 1/2 ka2 منهای x2. حالا بچه ها، من انرژی جنبشی رو میخوام به دست بیارم، اگر بیام مقدار قرار بدم میشه 1/2 ka2 منهای به جای x میذارم a2 به توان 2 میشه a2/4، مخرج مشترک 4 منهای 1 میشه 3، پس حاصل میشه 3/4 1/2 ka به توان 2. دیگه من از حافظه شما میخوام کمک بگیرم، این 1/2 ka2 یا همون 1/2 m(ω)2 a2 براتون آشنا نیست؟ این چیه؟ این انرژی مکانیکیه. خب انرژی مکانیکی چقدره؟ 24/100 ژول. خیلی خوب، بذار 24/100 ژول تو جوابش به دست بیاد. پس اگر انرژی مکانیکیمون 1/2 ka2 هست، پس 3/4 انرژی مکانیکی میشه. یعنی 3/4 ضرب در 24/100 که اگر اینا رو با هم دیگه ساده کنیم میشه 6. 3/6 = 18/100. جواب آخر ما میشه انرژی جنبشیمون 18/100. یعنی از اون 24/100 ژول به اندازه 18/100 انرژی جنبشیه، بقیهش به انرژی پتانسیل تبدیل شده. جمع اونا باید بشه 24/100 ژول. معادله حرکت نوسانگر ساده وزن و فنر در SI به صورت X مساوی با 5/sin 20t می باشد. اگر بیشینه انرژی جنبشی آن 6 ضرب در 10^-2 باشد، ثابت فنر چند نیوتن بر متر از 12.48 = 120 = 480. خب ببینید بچه ها، اولین کاری که باید انجام بدیم باید اطلاعات مسئله رو به دست بیاریم. به ترتیب بریم جلو. وقتی معادله حرکت رو به شما میده، از روی معادله مکان زمان دامنه معلوم میشه 5/100 متر، اومگا معلوم میشه 20. همین. فاز اولی هم نداره. در ادامه گفته بیشترین انرژی جنبشی 6 ضرب در 10^-2 هستش. پس انرژی مکانیکی رو به ما داده. حالا بدون مقدمه من میرم شروع میکنم حل مسئله. انرژی مکانیکی با انرژی جنبشی بیشینه با هم برابرن، پس میشه 6 ضرب در 10^-2. دیگه چی به ما داده بود؟ به ما گفته بود که دامنه نوسان 5/100 میشه 5 ضرب در 10^-2. معادله حرکت رو هم که داشتیم، من میتونم انرژی مکانیکی رو بنویسم 1/2 ka a^2. خب انرژی مکانیکی معلوم، آ هم معلوم، کا به راحتی به دست میاد. اگر عددها رو جاگذاری کنید 6 ضرب در 10^-2 1/2 ka 25 ضرب در 10^-4، 2 رو در 6 ضرب می‌کنم، تقسیم بر ضریب کا می‌کنیم. اون چیزی که به دست میاد 2 ضرب در 6 ضرب در 10^-2 25 ضرب در 10^-4، این با هم ساده میشن. 10^-2 میاد تو صورت میشه مثبت، 2 6 تا میشه چقدر؟ 12 تا. اگر من صورت و مخرج رو در 4 ضرب کنم میشه 48/100 ضرب در 10^-2 /2 با 2 تا 0 ساده میشن. اون چیزی که به دست میاد 48 نیوتن بر متر ثابت فنر هستش. پس این مسئله ها چیز خاصی نداره که شما بخواید اشتباه بکنید. فقط کافیه که ریتم حل مسئله ها رو یاد بگیرید، الگو ان اینا. بعدن که میرید تست میزنید از این روش هایی که من دارم استفاده میکنم تو حل تستاتون باید به کار ببرید. یعنی ممکنه این قسمت یه قسمتی از یک مسئله بشه.